آقای عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی افغانستان با ماستان. آقای مختار، آیا استقرار نیروهای قطعه منصوری طالبان در مرز دیورن بدیل بسیم خاردار پاکستان میتونه باشه؟ سلام به شما و از طریق شما و ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. بلی، امارت اسلامی افغانستان حق داره و این حق بین المللیش است که از مرزهای خود دفاع بکنه و مرز هم با کدام سیم خارداری که در زمان دکتر صاحب غنی بود، این خلاف مسائل و منافع ملی افغانستان است. هر نوع قرارداد قبلی که دولت های قبلی افغانستان کرده دیگه منتفی هست و قابل اجرا نیست. امارت اسلامی یعنی مردم افغانستان حق داره که از مرز خود و از واجب سرزمین خود دفاع کنه. بله. بله. پس آقای مختار، وقتی که چنین است، طالبا که به گفته شما باور به خط دیورن ندارن، چرا در امتدادی خط عساکر خودم میچینن؟ سوال دارم، متوجه نشدم. آقای مختار، گفتم آنچه که به باور شما گفتن که آنچه که در گذشته صورت گرفته دیگر نزد طالبا با قابل اعتماد و باور نیست، پس اگر چنین است و اعتقاد طالبا به خط دیورن ندارند، چرا در امتداد خط مرزی عساکر خود میچینند؟ خب اینجا دو، افغانستان هنوز در شرایط نیست و توانی را نداره که از حق خود دفاع کنه، اما در محدوده جغرافیای خود حق داره که از هر نوع جنگ نیابتی دیگری باید آمادگی خود را داشته باشه. حتما طالبا و امارت اسلامی افغانستان راپورهای را دارن که در این منطقه شورش ها یا کسانی که برخلاف منافع ملی افغانستان حرکت میکنه و می خاطر اقدام را کرده باشند. از طرف دیگر، اقدامی که از طرف دولت یا امارت اسلامی افغانستان در این شرایط حساس و دشوار تاریخی صورت گرفته، از همه مهمی است که امنیت ملی و امنیت سرحدهای افغانستان باید گرفته شود. موقف پاکستان در رابطه با افغانستان در طول تاریخ درست نبوده و دبت و عمق استراتژیک خود را در منطقه داره و این خاطر امارت اسلامی متوجه ازی شده و این حقشان هست که باید از سرحد خود دفاع بکنه. بله، اما آقای مختار، به یک مرز که بیش از 200 هزار کیلومتر باشه، 100 تن عسکر چی کار کرده میتونه؟ چی چاره میتونه؟ ببین، بعضی وقت مرزها توسط مردم یک طرف امنیتش گرفته میشه و همین مرزها در دو طرف این مرزها اقوامی که یک قوم هستند و یک برادر هستند، یک مرز ظالمانه و یک خط ظالمانه وسطشان آمده. من فکر میکنم این مردم از امارت اسلامی افغانستان دفاع میکنه و این میتونه از سرحدهای افغانستان دفاع بکنه. ما اینجا بر دفاع از مرزهای افغانستان استرکچر و یا ساختارهای گوناگونی داریم که میتونیم از او استفاده بکنیم. این مرز پاکستان از این مرز در طول تاریخ خود بر بخاطر ضد منافع ملی افغانستان کار گرفته. حالا دیگه زمینی ازی بر پاکستان بند هست، دیگه پاکستان نباید در امور داخلی ما مداخلت بکنه و ما از سرحدهای خود دفاع میکنیم. دلی. موضوع دومی از قراردادهایی که از طرف حکومت دکتر صاحب غنی و کرزی در اینجا صورت گرفته بود دیگه منتفی است و قابل اجرا نیست و در زمان صورت گرفته بود، زمانی که افغانستان زیر اشغال بود و قانون اساسیش هم منتفی است. بله آقای مختار، منظورتان از قرارداد چی است؟ یعنی میگن خط دیورند کس امضا کرده در دولت‌های حکومت‌های گذشته یا چی؟ چون این چیزی شده بود در زمان حکومت دکتر صاحب غنی، مرز به شکل امضا شده بود و او از طرف مردم هم رد شد در امو زمان و برای امارت اسلامی و برای مردم افغانستان هیچ وقت چنین امضاها قابل قبول نیست و مردم ما در مقابل مرز دیورن یا خط فرضی دیورن حساس هستند. آقای مختار، بله، آقای این حق ما سرزمین خود را داشته باشه. بله. آقای مختار، بحثی است که پاکستان حالا میگه که 90% تروریست ها از افغانستان میاد، یعنی افغانستان خانه تروریست ها شده از دید پاکستان. ولی در مورد دیورن
اینمی معضل مشکل آخرش چی میشه؟ از روزی که جنجال از در افغانستان قصه شرب میتن به دیوره، یا هر طرف میآید سند میارن، از آرشیف گپ میزنن، از مایدا گپ میزنن، آخر از این قصه چی میشه؟ شما خودتان چگونه تحلیل میکنین؟ یعنی هر مشکل افغانستان رب میگیره به دیورن ولی کس امیر حل نمیسازه، رای حل چی است؟ بالاخره چی خواد شد؟ اگر این دیورلین یا خط فرضی از ما نیست، چرا پاکستان میخواه به سر ما امضا بکنه؟ و قواله به اسم ماست که به سر ما امضا چرا نمیگیرنش؟ و ای که گرفته نمیتونه، ما یک ملت فقیر هستیم. ولی شما پیشتر گفتین که دو طرف خط اردویشان از یک قوم هستن و اونا هم نمیخواین این خط ظالمانه را، پس چرا اونا اقدام نمیکنن؟ شما میفهمین که افغانستان یک کشور هست که فعلا مشکلات خود را داره و ما از یک کشور آسیب پذیر هستیم، مشکلات داخلی خود را داریم، توانی را نداریم، وسیع را نداریم. اقوام که اون طرف هست اونا بالای افغانای که طرف خط هست اعتبار نمیکنن. موضوع اعتبار مطرح نیست، موضوع جنگ های استخباراتی مطرح است. پاکستان میفهمه اگر افغانستان یک کشور قدرتمند و توانمند در این منطقه ظهور بکنه، حتما از جغرافیایی که به ظلم و ستم و جفا و غدر و خیانت از پیشش گرفته شده دوباره ادعا خواهد کرد. سپاس. ولی در شرایط حساس و دشوار تاریخی که ما قرار داریم، منافع ملی ما حکم میکنه که از همه اول افغانستان به آرامش بره و افغانستان از انزوای اقتصادی بیرون شود، افغانستان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، در نظام فعلی افغانستان تمام اقوام دیده شود. ولی آقای مختار، اینمی بحث بوده که همیشه گفته شده که خب یک روز ما با آرامی برسیم این مشکل حل میکنیم، ولی در طرف دیگه گفته شده که ما با آرامی نمیرسیم به خاطر اینکه مشکل وجود داره. آقای عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، از شما سپاسگزار هستم که در این گفتگو با ما بودین. وقت شما بخیر.